سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه یه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره یه رحیم نوروزی و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. رحیم نوروزی متولد 7 مرداد ماه سال 1346 در رشت، بازیگر سینما و تلویزیون، تحصیل کرده یه مقطع فوق دیپلم رشته مرمت بناهای تاریخی و فوق لیسانس ادبیات نمایشی می باشد که شهرتش از سریال پس از باران شروع شد. به نجاری و خوشنویسی علاقه زیادی داره و تا کنون 2 بار ازدواج کرده و 1 دختر به نام پناه داره. سال 1368 ابتدا بازیگری را در اداره ارشاد اسلامی گیلان زیر نظر بهروز بقایی، بهروز عشقی و امیر ثابت شروع کرد. سپس سال 1379 به آموزشگاه حمید سمندریان رفت. بعد از دوره بازیگری اولین بار سال 1369 در 23 سالگی بود که با تئاتر بر روی صحنه رفت و با نمایشنامه‌های اکبر رادی بازیگری برای او جدی شد و سپس با سریال بازی برای بچه‌ها وارد قاب تلویزیون شد. نوروزی با دومین تجربه خود در سال 1379 با حضور در سریال پس از باران به کارگردانی سعید سلطانی و ایفای نقش فرخ به شدت مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از مردم با وجود گذشت چندین سال از ساخت این سریال هنوز همونو با نقش فرخ میشناسند. او در این سریال در کنار بازیگرانی چون محمود پاکنیت، کتایون ریاهی، مرجان محتشم، شهاب حسینی و دیگر عزیزان هم بازی بوده. او در سال 1386 در سریال تاریخی مدار 0 درجه بازی کرد و در سال 1387 هم با نقش آخناتون در سریال یوسف پیامبر به کارگردانی فرج الله سلحشور نقش به یادماندنی از خود به جای گذاشت. رحیم نوروزی را اغلب در نقش‌های منفی دیده‌ایم و سابقه بازی او در نقش‌های منفی و خاکستری بیشتر از مثبت بوده. اما این بازیگر در سال 1399 ایفای نقشی متفاوت در یک سریال شد. سریال دخترم نرگس به کارگردانی باقر پیران در سال 99 روی آنتن رفت و ایفاگر نقش یک پلیس در این سریال بود. رحیم نوروزی اولین بار با خانم هایده حسین‌زاده ازدواج کرد، اما این زندگی با وجود به دنیا آمدن یک فرزند دختر به نام پناه در نهایت به طلاق ختم شد. هایده حسین‌زاده مدرک کارشناسی نمایش داره و با نمایش‌های زیادی روی صحنه رفته و در سریال پس از باران نقش زری یکی از خدمتکاران خانه ارباب سالاری را بازی کرد که دلیل پذیرفتن این نقش را هم صرفاً دور نبودن از همسرشون اعلام کردند. پناه شغل پدر را دوست نداره و میگه من اصلا دوست ندارم کار پدرم را ادامه بدم، یعنی راستش من اصلا بازیگری را دوست ندارم. گاهی کارهای پدرم را میبینم اما اگر وقت نداشته باشم اصراری بر اون ندارم که حتما اونا را دنبال کنم. آقای بازیگر برای دومین بار با خانم آسیه زیایی، بازیگر و نویسنده، ازدواج کرد. این زوج در سال 1394 در سریال آسمان من کنار هم بازی کردند.
آسیا زیایی متولد 1360 در رشت، بازیگر و نویسنده می باشد و فارغ التحصیل رشته بازیگری در مقطع کارشناسی در دانشگاه هنره. دوره‌های بازیگری رو در مؤسسه حمید سمندریان گذرونده و ترانه سرایی نیز می‌کنه و برای چند مجموعه تا به حال کار کرده. ایشون در چند سال اخیر از ایران مهاجرت کرده و حالا ساکن لس آنجلس آمریکا هستش. رحیم نوروزی در رابطه با بازیگری و علاقش به نجاری میگه: اگه بازیگر نمیشدم قطعا نجاری رو انتخاب میکردم. اگر هم سرمایه در اختیار داشتم به سراغ معاملات ملکی میرفتم. به شدت به ورزش علاقه‌مندم و به جرأت میتونم بگم برای مدت کوتاهی اکثر ورزش ها رو تجربه کردم. نوروزی در ادامه میگه: من زیاد به اطرافم نگاه میکنم، یعنی کارم همینه. حواس پنجگانم به شدت فعاله و اونو برای دقت کردن به همه چیز تربیت کردم. حواس پنجگانه جز ابزار یک بازیگره، اما این اذیتم میکنه چون حواسم مدام فعاله و در حال دیدن و شنیدن هستم. پررنگ‌ترین قسمت زندگیم دوران کودکیمه. گذشته‌ای که خانواده مفهوم داشت و همه سر یک سفره می‌نشستیم و مادرم برای همه غذا می‌کشید. این بازیگر قدیمی و خوش‌چهره در کنار کار حرفه‌ای خود یعنی بازیگری به معلمی هم مشغوله و تدریس وقت زیادی از او می‌گیره، ولی با این حال او آرامش در زندگی رو به هر چیزی ترجیح میده. ایشون در رابطه با خودنمایی و نشون دادن خودش میگه: زیاد اهل تبلیغ کردن خودم نیستم. روی فرش قرمز نمیرم، فستیوال نمیرم، عکس نمیندازم و اهل خودنمایی هم نیستم. برای حضور در سینمای ایران باید تو چشم باشی و من اهل این نوع کارها نیستم و کمی منزوی هم فکر میکنم. نوروزی سالها پیش در انجمن خوشنویسان تا مقطع ممتاز در محضر استادانی همچون جواد بختیاری، کرم علی شیرازی و استاد یدالله کابلی دوره دیده. از نکات جالب در زندگی نوروزی میتونیم به ترس از ارتفاع اشاره کنیم. رحیم نوروزی از یک سری چیزها مثل شهربازی، ترن هوایی، بانجی جامپینگ و از این قبیل فراری هستش. البته کوهنوردی رو به شدت دوست داره و با دخترش پناه زیاد به کوهنوردی میرن. خونش در درک است و به گفته خودش فقط به خاطر کوه به اونجا رفته. از ورزش های انفرادی و ذهنی مانند مدیتیشن، روی قله نشستن و تمرکز کردن و به صدای طبیعت گوش دادن هم لذت میبره. و در نهایت در روزهای اخیر عکسی از این بازیگر کم حاشیه با همسر سومش خانم صالحه زهره‌وند در فضای مجازی پخش کردیده که خبر از ازدواج سوم ایشون میده. با آرزوی خوشبختی برای این زوج. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.